که باشه حرف ایرون، هر اون جایی که باشه حرف ایرون، کلاسیک باشه یا لفظ خیابون. اگر خواهی بدونی قصد رندون، بیا بشین زمانی پای قندون، پای قندون. ای حبیب من، ای عزیز من، عشق روی تو شد نصیب من. خداوندگارا در این شبان تیره و روزان خیره پناه از تو جویم و به ماهتاب فضل و کرمت راه تو پویم و به امداد خرد و اندیشه‌ای که بخشیده ای سخن با تو گویم. مگر در این جهان که جز ظلم و ستمکارگی نباشد، نگهدارم از جور رهزنان تو باشی و نگهبانم از جفای دشمنان تو گردی. پروردگارا پیش از آنم که گنج دهی، مرا توانایی و خرد شاکر بودن عنایت فرما و بیش از آنم که رنج دهی، مرا جان و امان صبور بودن عنایت فرما. یزدان آگاه من که جان پناه و مأوا و شنونده ناله ها و آه منی، از جان و تنم بلایی را که بدان ناصبورم دور گردان و مرا به هر بیدادی که به ناروا بر من میرود صبور گردان. و اگر تن و روان و جان و روحم را تا به تحمل بلایا نبخشیده ای، مبتلایم مکن. و اگر به هجران و قهر مرا صبوری و تحمل درد نداده ای، هرگز به وصل روی رخسار یار آشنایم مگردان. که اگر مرا به خاره دوریت بشکنی و به طوفان هجرانیت تنم را در نوردی، آنگاه از من هیچ نماند جز کفی به موج مرگ و به سهاری تنهاییم جز خاکی و گردی. پس به نام تو آغاز می کنم که اگر به هر سوی از این ماسوا افتم سنا خوانمت، و به هر کفرستانی از جور ستمکارگی خلق بباشم تنها تو را خدا دانمت. درود بر شما تماشا پیشگان برنامه قندون، قربون همتون، قربون گریتون، قربون خندتون، قربون حال خوش همتون. امیدمون اینه که در این چند وقت اگر همراه ما بودین، از همراهی با ما خسته نشده باشین، و اگه تازه به همراهی ما آغاز کردین، از این همراهی پشیمون نشین. حکایت‌های از مرزبان نامه رو با هم مرور می‌کنیم که ببینیم دوستان متفکر و اندیشمند ما چطور می‌تونستن از چند صد سال پیش اوضاع و احوال امروز ما رو اینقدر دقیق رصد کنن. باور کنین گاهی اوقات توی حکایت‌هاشون اونقدر آدرس دقیق و نشونی‌های دقیق می‌دن که آدم شک به دلش می‌افته که نکنه این آدمای مثل نصرالله منشی، نظام‌الملک، محمد غزالی، حضرت حافظ، سعدی، مولانا دارن تو همسایگی ما زندگی می‌کنن و مثلا مثل بعضی از ناشرین گل و گلابمون کتاباشون رو رسیب چاپ میکنن و یه جلد قدیمی میندازن روش که ما فکر کنیم مثلا کلیله و دمنه مال 500 سال قبل از میلاد مسیحه، یا جوامع الحکایات رو که محمد عفی تو سال 630 قمری نوشته، یا حکایت سعدی مال قرن هفتمه. بله، ما خودمون اصلا تو محلمون یه عطار داریم که گاهی یه نکاتی رو میگه، یه شعرایی میخونه که کاملا شک برام داشته که نکنه خود حضرت عطار داره اینجوری ایز گم میکنه. نمیدونم، حالا ولش کن بریم سراغ حکایتامون. و اما حکایت، شنیدم که خروسی بود جهان گردیده و دامهای مکر دریده و بسیار دستانهای روبهان دیده و داستانهای حیل ایشان شنیده. روزی پیرامون دیه، یعنی اطراف روستا، به تماشای بوستانی میگشت. پیشتر رفت، بر سر دوراهی به ایستاد. چون گل و لاله شکفته، کلاله جعد مشکین از فرق تارک بر دوش و گردن افشانده، قوقه لعل بر کلاه گوشه نشانده، دامن رعنایی در پای کشان می‌گردید.
بله، مبرق با قاف به معنای درخشانه. میگه خلاصه یه خروسی بوده که خیلی دنیا دیده بوده و کلی داستانای از حیله و مکر روبه ها هم بلد بوده، یعنی خیلی زبل بوده و خیلی هم زیبا و خوشبرارو و یال و کوپالی داشته و نمیدونم تاجی و پر قشنگی و خلاصه داشته اطراف ده میگشت و یه بستانی پیدا میکنه داشته اونجا قدم میزده. بانگی بکرد، قوقو سحر شد، سیاهی در بدر شد، فرشته ها دویدن، ستاره ها رو چیدن، خورشید خانوم در اومد، با یه شفق سر اومد، تا شب نکرده هاشا، بچه ها بیاین تماشا. روباهی در آن حوالی بشنید، طمع در خروس کرد. صداشو میشنوه، عوض گوشت خروس میکنه. خروس زرین خوشنن، اگه بیفتی گینگر من، خوراک شامت میکنم، یه لقمه خامت میکنم، اگه نخورم خروس و من، اسمم روباه نمیگم. بله. روباه به هرسی تمام میدوید تا به نزدیک خروس رسید. خروس از بیم بر دیوار جست. روباه گفت، خلاصه میره و میرسه به خروسه، خروسه میپره بالای دیوار. روباه میگه که ای خروس سحرین، چشن خودی سین زرین، شنیدم رنگ پرت رفته، ببینم پرتو، یاقوت تاج سرت ریخته، ببینم سرتو. وای ای وای، تو از کجا پیدا شد؟ ترسیدم. از من چرا میترسی؟ من این ساعت در این پیرامون میگشتم، ناگاه آواز تو به گوشم آمد و از نغمات حنجره تو دل در پنجره سینه من تپیدن گرفت. وح وح، چقدر عاشقانه. میگه من اینجا داشتم از خودم گشت میزدم، صدا تو شنیدم، اصلا دلم رفت گرفت. بگو، بازم بگو. ما همه چشمیم و تو نور ای خروس، چشم بد از روی تو دور ای خروس، این همه دلبندی و خوبی تو را، موضع ناز است و غرور ای خروس، این همه طوفان به سرم می رود، از جگری همچو تنور ای سنم، سعدی از این چشمه حیوان که خورد، سیر نگردد به مرور ای خروس. خلاصه که دوائی محبت و جوازب نزاع تو مرا اینجا کشید. جوازب نزاع به معنی جذبه گفتگوه. حالا این حرفا رو برای چی میزنی؟ برو به یه روباه چیزی بگو دیگه. آخه میدونی من یه چیزایی شنیدم، چون از تبرک انفاس تو به وجد رسیدم، لازمه که با تو در میون بذارم. یعنی کسی چیزی گفته مثلا؟ میگه که من بر عزم این تبرک آمدم تا به محاورت و مجاورت تو بیاسایم. یعنی میگه از بودن صحبت با تو آروم بگیرم و تو را آگاه کنم که دیروز زن ماشالله بی درد، مرغای محله رو خبر کرد، پاشید واسه شون یه چنگه چینه، گفت زود بخورین خروس نبینه. وقتی که چراشو پرسیدم من، گفتش با خروس زری بدم من. اینا چیه میگی؟ همون رو بگو که تو حکایته. بله، یه لحظه جبگیر شدم. الان میگم تو که زبونم یادم اومد. بله، من بر عزم این تبرک آمدم تا به محاورت و مجاورت تو بیاسایم و تو را آگاه کنم که پادشاه وقت منادی فرموده است که هیچ کس مباد که بر کس بیداد کند یا اندیشه جور ستم در دل بگذراند،
تا از اغویا بر ضعفا دست تطاول دراز نبود و جز به احسان با یکدیگر زندگانی نکنند، چنانک کبوتر هم آشیانه عقاب باشد و شیر در بیشه به تعرض شغال مشغول نشود و یوز دندان طمع از مذبح آهو برکند و سگ در پوستین روباه نیفتد و باز کلاه خروس نرواید. اکنون باید که از میان من و تو تناکر و تنافی برخیزد و به عهد وافی از جانبین استثار تمام افزاید. بله، میگه که در واقع من یه چیزی اومدم بهت بگم و باید صحبت کنم و یه داستانی پیش اومده، این که پادشاه به منادی گفته که ندا بده دیگه آقا از این به بعد هیچکی نباید با هیچکی جنگ و دعوا داشته باشه، قوی ها نباید ضعیف ها را اذیت کنن، مثلا نمیدونم دیگه باید عقاب و کبوتر با هم خیلی رفیق باشن، شیر به شغال آسیب نرسونه، یوز چه میدونم دنبال کشتن و خوردن آهو نباشه و خلاصه از این داستانا دیگه، همه باید با هم دیگه دوست باشن. برای همین منم اومدم با تو در واقع مشکلاتون حل کنیم. میگه این جنگ و دعوا رو از بین و برداشته با هم آشتی کنیم و گل بگیم و گل بشنویم. خروس با خود اندیشید که روباه دومش درازه، هیله چی و حق بازه، تا چشم به هم بدوزی میبینی که سر نداری، کله پا شدی تو قندون، نه دل داری نه سنگدون. بله، ناگفته نمونه که همونطور که روباهه داشت حرف میزد و سعی میکرد در واقع با حرفاش خروس رو فریب بده، خروس در میان این سخن او گردن دراز کرد و سوگ راه مینگرید، هی مینگرید و هی مینگرید، تا اینکه روباهه گفت چه مینگری؟ گفت جانوری میبینم که از جانب این دشت میآید، به تن چند گرگی با دم و گوشهای بزرگ، هیکلش اندازه چند تا گرگ گردن کلفته، روی به ما نهاده، چنان میآید که باد به گردش نرسد. روباه از این سخن نومیدی در دندان آمد و تب لرز از هول بر اعضای افتاد، از قصد خروس باز ماند. میگه خلاصه تا اینو شنید که گفت آقا یه حیوانی گنده تر از چند تا گرگ داره میاد سمت ما، تنش به لرزه افتاد و بیخیال خوردن خروس شد. ناپروا و سراسیمه پناهگاهی میطلبید که مگر به جایی متحسن تواند شد. دنبال سوراخ موش میگشت خلاصه. خروس گفت بیا تا بنگریم که این حیوان باری کیست. روبا گفت والا این نشونی هایی که تو داری میدی معلومه که سگ، خیلی هم سگه، اگه اجازه بدی من مرخص بشم. خروس گفت پس نه تو میگویی که منادی از عدل پادشاه ندا در داده است در جهان که کس را بر کس عدوان و تقلب نرسد؟ تقلب با قین به معنای غلبه کردن و چیره شدنه، با اون تقلبه فرق میکنه. و امروز همه باطل جویان جور پیشه از بیم قهر و سیاست او آزار خلق رها کردن. میگه مگه تو نمیگی که پادشاه گفته کسی با کسی کار نداشته باشه و همه با صلح و صفا کنار هم دیگه زندگی کنن، پس چرا میخوای فرار کنی؟ روباه گفت بله بله، پادشاه گفته، جارچی هم همه جا گفتن، ولی من شنیدم، ولی خب امکان داره که این آقا سگه دستون پادشاه رو نشنیده باشه، اون وقت تا من بخوام بهش ثابت کنم منو خورده و خلاص دیگه. آره بله، بیش از این مقام توقف نیست. و از آنجا بگریخت و به سوراخی فرو شد. بله، شاعر گرانمایه‌مون در همین باره فرموده است که روباه را چزوندیم تا کوه قاف دووندیم، دماغش را سوزوندیم، طمع از راه درش کرد، بیچاره و منترش کرد، خام طمعی بلاش شد، کتک خورد آشلاش شد، هر که دلست زلیل مخلصش ازرائیل، هر که اسیر آستره دستاش از پاش درازتره. واقعا که این شاعر گرانمایه رو بریم فکر کنم که این موقعیت از همون وقتایی که میشه از تصور ناآگاهی کسی به نفع خودت استفاده کنی، یه خورده به قضایای دوروبر خودمون نگاه کنیم. مشابه این قصه رو حتما میبینیم.
خب بریم سراغ حکایت دیگه از همین کتاب ببینیم که دیگه چه خبر. و اما حکایت آوردند که زغنی بود، زغن یا موش ربای پرنده شکل کلاغی خورد از اون کوچیکتره. چند روز بگذشت تا از مور و ملخ و حوام و حشرات که طعمه او بود هیچ نیافت که بدان سد جوعی کردی و لوعت نایره گرسنگی یعنی آتش بیتابی گرسنگی رو تسکین دادی. یه زغنی بوده، یه چند روزی بوده که هیچ طعمه گیرش نمیاد و شدیداً گرسنه میشه. یک روز به طلب روزی برخاست و به کنار جویباری چون متصیدی مترصد بنشست، مثل یه صیادی خیلی منتظر شکار میشینه تا از شبکه ارزاق شکاری درافکند. ناگاه ماهی در پیش او بگذشت، زغن بجست و او را بگرفت، خواست که فرو برد. ماهی گفت تو را از خوردن من چه سیری بود، لیکن اگر مرا جان اماندهی هر روزه 10 ماهی شیم از سیم 10 دهی و برف دیمهی سپیدتر و پاکیزه تر بر همین جایگاه و همین ممر بگذرانم تا یکایک میگیری و به مراد دل به کار میبری. بله، اونایی که با طلا و جواهر سرکار دارن میدونن که سیم 10 دهی یعنی چی. آره دوست عزیز، با شما هم چرا داری به خانمت نگاه میکنی ها؟ نه که اصلا تا حالا سیم 10 دهی براش خریدی؟ والا سیم 10 دهی یعنی طلای ناب و خالص 24 عیار، برف دیمهی هم که برفیه که تو دیماه میباره. ضمناً شیم به ماهی سفید با خالهای کوچیک میگن. ماهی میگه منو نخور، من که تو رو سیر نمی کنم، خیلی کوچیکم، منم در عوض این که منو نمیخوری بهت قول میدم که هر روز 10 تا ماهی سفید که از طلای ناب و برف هم سفیدترن و پاکیزه ترن برای تو میارم همینجا که بخوری و حالشو ببری. و اگر واثق نمیشوی، یعنی باور نمی کنی و به قول مجرد مرا مصدق نمیداری، یعنی به حرف خالی من اعتماد نمی کنی، مرا سوگندی مغلظ ده که آنچ گفتم در عمل آرم. مغلظ با غین و زاد به معنای خیلی شدید و سخته، سفت و سخت قسمم بده. خب تا اینجا که دستتون اومد دیگه، ماهی میگه اگه قبولم نداری یه قسم سنگین بذار وسط. اما اینجاش مهمه. زغن گفت بگو خدا منقار از هم باز رفتن و ماهی چون لقمه تنگ روزیان در آب افتادن یکی بود. بله، میگه زغن تا خواسته بگه بگو خدا منقار رو باز میکنه و ماهی هم میفته تو آب و برفت. بله، میگه چرخ از دهنم نواله در خاک افکند، دولت قده هم پیش لب آورد و بریخت. نویسنده اضافه میکنه که این فسانه از بهر آن گفتم تا اول و آخر این کار نیکو بنگری و فاتحت با خاتمت برابر کنی، یعنی سر و ته هر کاری رو بسنجی تا نه تعجیلی رود که در ورطه ندامت یعنی پشیمانی بیفتی و نه توقفی که از ادراک فرصت باز دارد. میگه باید کار رو به لحظه انجام بدی، نه اونقدر زود که موجب پشیمونی بشه، نه اونقدر دیر که فرصت از دست بره. به جز نکته‌ای که جناب ورامینی فرمودند که کاملا هم درسته، چند تا نکته دیگه میشه از این داستان گرفت. اول اینکه وقتی بعد کلی جون کندن و عرق ریختن یه لقمه بخور نمیر گیرت میاد، اون دهنو ببند. واسه همینه که از قدیم گفتن روزی از دهن باز میفته. نتیجه دوم این که ماهی هم ماهیای قدیم، دیدین چطوری سخنرانی کرد، چقدر حرفای قشنگ زد. حالا ما یه آکواریوم داریم 20 تا ماهی هم توشه، 24 ساعته فقط دهنش اینجوری میکنم، هیچ هنری هم ندارن والله. و نتیجه آخر این که اگه میخوای امشب سر سالم به بالش بذاری
و سر زمستونی زیر برف دیمهی نخوابی. دوست عزیز که لبخند میزنی، خودت با زبون خوش برو سیم ده دهی واسه عیال بخر. برو برو به فکر عاقبت خودت باش. تا رخصتی دیگر و فرصتی بهتر، شب و روزتون خوش و روزگارتون خوشتر. خدا نگهدار.